نمیدونم این داستان چیه، تا وقتی که پست دارم، مسئولیت دارم، قدرت دارم، توان دارم او کار انجام بدن یا حرفی بزنن که فایده داشته باشه نمیگن. ساکت. همین که او صندلی ازشون گرفتن قشنگ زبون باز میکنند. لاریجانی رئیس مجلس گفته مال سابق، نمیشود به خاطر اقلیت فیلترینگ کرد. بله نمیشود، ولی تو کشور ما گویا می شود به خاطر اقلیت اکثریت محروم شدن. حالا واسه چی الان میگی؟ اون موقع که رئیس مجلس بودی یه چیزی حتما فیلتر بود دیگه، یه تلگرامی قبلش نبود. اون موقع واسه چی نگفتی؟ اون موقع که قدرت داشتی، صندلی داشتی، میگفتی نمی شود به خاطر اقلیت. الان دیگه فایده نداره. یعنی الان تو چه تو بگی چه من بگم همونه دیگه، هیچ تأثیر نداره لاری جانی. اون موقع دیگه هر دقیقه عوامل قد دارن به سمت روابط میرند، گفتند یه قاضی سابق مال قوه قضاییه گفته مال سابق روابط آزاد باعث جرم و جنایت و قتله. آره یعنی گفته مثلا اونایی که رابطه آزاد، آزاد چی؟ یعنی آزاد دیگه، یعنی تو آزاد از بدون تعهد گویا بویفرندی، جازفرندی، کلوز فرند هم آره توی مایا، اونایی که بوی فرند دارند حواسشون باشه. آره آزاد حساب میشه، یعنی مرید باید بشید که جرم و جنایت نباشه. قشنگ هست این مرید. آره نرید، نه نرید جرم و جنایت قد، مرید بدون قد کدوش میخواد؟ اون نرید میخوای چه میدونم، مهم نیست بچسبه. نماینده مجلس از در صداقت وارد شده و گفته واسه چی به مردم دروغ بگیم؟ راستش رو بشو بگیم. بنزین سال آینده گرون میشه. نماینده گفته با او چیزی که نماینده های مجلس تصویب کردن واسه بودجه قطعا سال آینده بنزین گرون میشه. مردم آماده باشید. حالا آماده هم نباشید میخواد چیکار کنیم؟ شوک بشیم؟ نه بودیم، ما شوک نمیشیم دیگه، شوکامونو شدیم. آره دیگه عادت کردیم. ای گرون شد. او مای گاد چقدر ما دیگه از هیچ کار شما شوکه نمیشیم. بله کنار اومد، نه کنار که نه، عادت هم نمیدونم دیگه، یه چیزی شدیم ما دیگه، حالا سر شدیم یه چیزی شدیم دیگه قطعا که دیگه شوک نمیشیم اگرونی ها. ولی بازم شما لاغل آه با اگرون بشه و الا کارش. نماینده مجلس گفته دانشجوها هم واسه اعتراض راهپیمایی هر چیز تجمع باید مجوز بگیرن، بدون مجوز نمیتونن کاری بکنن. نماینده مجلس گویا این مجوز ها فقط واسه ماست، مردم عادی، واسه کارگراست، ولی یه قشر خاص میتونن تجمع کنن، راهپیمایی کنن، اعتراض کنن، تعصب کنن. بله یعنی هر چی که خلاف میلشون بود میتونن 40-50 نفر بریزن تو خیابون. چرا اینقدر خود جمعیتشون اینقدره؟ واسه چی؟ واسه اونا مجوز ملاک نیست، اونا بدون مجوز اعتراض میکنن، مگه قانون نیست؟ واسه چی قانون شامل همه نمیشه، یه عده خاص؟ مگه چند نفرن که میتونن همه کار بکنن و سلیقه‌شون رو به بقیه مردم به 85 میلیون تحمیل کنن؟ یه عده خاص کیان مگه؟ خیلی از عقبگرد کشورمون این زیانهای اقتصادی، ضربه‌های اقتصادی به خاطر تصمیمات اونایی که تخصص ندارن، الکی پست گرفتن به خاطر یه نگاه خاص، حزب خاص. نمونهش این خاندوزی وزیر اقتصاد، واسه همون طرح نونش هست، نون دیجیتالی ای کارتخانه، میگن 25 هزار میلیارد تومان هزینه شد همین کارتخونه. یعنی 25 هزار میلیارد تومان پول ما رو دود کرد، پول بیت المال رو دود کرد. به خاطر چی؟ که خاندوزی میخواست یه حرکت بزنه. یعنی او حرکتش 25 هزار میلیارد تومان، یعنی حساب کنید چقدر بیمارسا میشد، چقدر وام ازدواج، وام اشتغال، وام مسکن به خاطر یه طرح الکی دود شد. خاندوزی چی کار کردی با ما؟ ای تازه 3 سال بودی، اگه بیشتر موندی یعنی قشنگ پیر ما رو در می‌آوردی.
این دولت عوض شد ولی گویا هنوز قوانین او دولت داره اجرا میشه. مثل که محسن ابراهیم زاده رفته گیشتاران و یاسوج کنسرت برگزار کنن، کنسرتش لغو شد. گفت چی شده؟ صدا خوب نیست. نگفتن خوبه. نور چی؟ گفت خوبه. اعتراضش گفتن نه. گفت خب پس چیه؟ گفت تفکیک باید بشن. گفت یعنی چی؟ گفت زن و اونور، مرد و اینور. گفت خب اینا زن و شوهر هم دختر نه نمیشه. قشنگ این نصف مرد ها، این نصف زن ها. تا وقتی که نصف نصف نشن این کنسرت برگزار نمیشه. بهشون گفت خب همه جای ایران اینجوری نیست. گفتن نه، یاسوج گشتران بقیه جای ایران سواست، اینجا بخوای کنسرت تفکیک. تازه شانس بودی سانسیش نکردین، یه سانس زن ها یه سانس مرد ها. برو کلاتو منداز هوا. محسن ابراهیم زاده حسین افشین معاون علمی آقای پزشکیان گفته ما میتوانیم در خارج از کشور نمایشگاه دانش بنیان برگزار کنیم. بهش گفتن کجا؟ مثلا اروپا، آلمان. گفت نه. گوی بگم بیایی برده ترکیه. گفت نه. گوی بگم گفت خب کجا اینا نیست؟ گفت افغانستان. یعنی پتانسیلش زیاده واسه دانش بنیادمون. بازم خوبه یه افغانستان هست بینید توش دانش بنیان برگزار میکنیم. مسئول دانش بنیان هم بکنید پسر انیسه، اون مثل که مال انیسه خزری پسرش مال دانش بنیاده. یعنی قشنگ بازم خوبه یه افغانستان هست میتونیم توش بریم دانش بنیان برگزار کنیم. آره دیگه، واسه شروع بد نی. اونا استقبال میکنن دانش بنیان. آها اصلا اونا لنگ دانش بنیاد ما که بیان برگزار کنیم کیفش بند. بابا یکی دو روز دیرتر آیفون 16 بخرید هیچی تو نمیشه به جان خودم، خدا وکیلی من بدون قول میدم. یعنی همین آیفون 15 که دستتونه میتونه بدون کار بده 14 13 12. عجله نکنید. یعنی این تعرفه واردات گوشی آیفون شده 30%، یعنی 30%. یعنی باید بشه نهایتش 70 خورده که الان تو بازار 105 میلیونه، یعنی 110 میلیون آیفون 16 پرو مکس. عجله نکنید. همین عجلتون، حول بودنتون، این چیزاتونه که این گوشی که ارزشش 50 60 میلیونه 100 150 میلیون میکنه تو پاچتون. نکنید. یه دو سه رو دیرتر بخرید. به خدای چی نیست. بهتون جایزه هم نمیدن اگه زودتر بخرید. اگه فکر میکنید جایزه میدن، چیز خاصی بهتون میدن، بهتون میگن خاصید، شاخید، لاکچرید، قیمت واسطون مهم نیست. اینو نمیدونستن. حال میده نه؟ ایکی. واسه سوال نپرسیدن از زاکانی چمران هزار تا راه و پس کوچه داره هستن. راه اوکی میکنه، بهونه اوکی میکنه. یعنی هر دفعه که میخواستن از زاکانی سوال بپرسن این چمران یه بهونه بود. این سری هم گفته قرار بود از سوال بپرسن، گفت نه نمیشه، امروز 13 آبانه نمیشه سوال پرسید. خب مینداختین 14 آبان چمران، تو که میدونی 13 آبانه. این 13 آبان قبلش چی بود؟ سوال نپرسیدی چمران. خودتو فدای زاکانی نکن. نزدیک 100 سال عمر از خدا گرفتی، نکن. مگه چقدر دیگه عمر دست خداست؟ میدونم شما عمرتون زیاده، دیگه بیشتر از این که نمیشه. تا که این صندلی باهاته نکن. میخوای خدمت کنی تا آخر.